مثل مرده ها از خاطره ها فراموش شدم و مانند ظرفی شکسته از نظر افتادم. دزد می آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. او از اول قاتل بود، زیرا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست. حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. تا کار شیطان را نابود سازد. خداوند نزدیک شکست دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می دهد. او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانی و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخت. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. خداوند ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر کارهای ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره‌مند ساخته است. خدا ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشید. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافته و گناهان ما بخشیده شده است. اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید، زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا، ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم. پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همان طوری که مسیح عیسی به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر ببریم و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانیم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی آن را به کمال خواهد رسانید. و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. شما معبد خداوند هستید و روح خدا در شما ساکن است. شما ساخته دست او هستید. خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است برای کارهای نیکو، و شما نیز در او کامل شده اید و ما وارث خدا و هم ارث با مسیح هستیم.
اما ما شهروندان آسمان هستیم، ما سفیران مسیح هستیم، ما نور جهان هستیم، ما نمک جهان هستیم. به وسیله او که ما را دوست داشت برتر از فاتحین هستیم، زیرا نیرومند هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار می کند قوی تر است. اگر خدا با ماست، پس کیست به ضد ما؟ چه کسی برگزیدگان خدا را متهم خواهد کرد؟ پس کیست که بتواند آنان را محکوم سازد؟ پس چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ شما دیگر در تاریکی سرگردان نیستید، شما دیگر غریب و بیگانه نیستید، شما دیگر اسیر گناه نیستید، شما دیگر زیر شریعت نیستید. عیسی هرگز شما را تنها نمیگذارد و فراموش نمیکند. برای کسانی که به مسیح عیسی تعلق دارند هیچ محکومیتی وجود ندارد. خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلب‌های ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از آن خداوند است. اما تو ای خداوند پدر ما هستی، ما مثل گل و تو مانند کوزگر هستی. تو ما را آفریده اید.